آه یک یک حاج، اینا همه رنگن به مولا. هتل رو افتتاح نکنی لنگن به مولا. اینجا پیکارمیا همه گنگن به مولا. هنوز زنده سرگرم، درگیر اصل مطلب، درگیر رتبه از دل، همچنان قفل حرکت، دل و سیه مثل نفت خام. این پارت میخوایم بریم آیتم های تزین رو بگیریم. آیتم ها همه خفن و گاد. چی میگی بچه؟ این پارت من میخواستم هیچ اینتروی نگیرم، ولی واقعا بحثم این پارت داره سود میکشه، چرا که میخوام هرچی آیتم تزئینی و خفنه بگیرم برای هتل و برای مغازه و برای همه چی آیلند خودم. پس ادامه ویدیو رو از دست ندی، سابسکرایب کن همین الان، کامنتاتو بذار تو همین الان، لایکتو بزن دیگه، بریم تو ویدیو پیکار میشو همین الان با اسمم یه پیکار می توی چت ما. امروز یکی منو بگیره فقط. سلام به رفقای خودم، خیلی خوش اومدید به پارت جدید سری سکای بلاک. این پارت قراره که همونجوری که گفتم هتلمون تکمیل کنیم، و مونتا فرق داره این داستان، فقط هتل نیست، کنارش یه بخش آموزشی ریزی هم داره و یک سری کارهای جالبی هم داره که خودم واقعا نمیدونم که داستانش چی و چجوریه. از اونجایی که من داشتم هتلمو میساختم و یک سریاتون اومدین، یعنی یک نفرتون اومد و یک سری چیزا رو بهم گفت و من چون که گفتم توی ویدیو میارم، تو الان نبود توی ویدیو، اسمشو میارم که بدونه که خلاصه که همه چیز اوکیه و بعدش میریم سراغ داستان خودمون. جناب امین انری فکر کنم اگه اشتباه نکنم بهم گفت بیا دنبالمو بریم فلان جا و اینجور داستانا، رفتیم با هم و بعدش بچه‌ها یه جایی رفتیم به نام کارپنتری و فرنیچر و کاسمتیک و از این داستانا که آیتم های تزئینی بودن و گفت که بگیرین و که بتونی هتلت رو خوشگل کنی. گفتم امیر، اصلا امیر، اگه خودش باشه تو کامنت ها پاسخ میکنه که دروغ میگم یا نه. گفتم امیر، من بدون بچه ها هیچ ویدیویی نمیگیرم، هیچ چیزی نمیگیرم. و حالا توی این پارت جدا از هتلی که میخوایم بسازیم، اینم میگیریم بچه ها و واقعا ذوق دارم براش. منم میگم شما هم ذوق دارید مطمئنا. بریم سراغش بی معطلی، اول هتل رو یکم جلو میبریم، بعدش میریم سراغ فرنیچر و کارپنتری و یه سری آیتم های خوشگل که اصلا پشم ریزونه. بریم که داشته باشیم. در ضمن اگه ایده ای، نظری، چیزی برای ویدیوها دارید، از اونجایی که چنل دیلی آپلود و دو سه تا کانتنت بخواد باشه، یعنی دو موضوع باشه، شاید یکم خسته کننده بشه، همین الان ایدتون رو این زیر بنویسید، ریاکت، هر چیزی که توی ذهنتون رو دوست دارید من براتون بسازم، چون امو پیکیم اینجاست که هر روز براتون ویدیوهای جالب بسازه. پس دیگه وراجی نمی کنم، سابسکرایب یادتون نره، بریم توی ویدیو. در ضمن تلگرام، اینستاگرام و این داستانا هم فراموششون نشه، که تلگرام و اینستاگرام دو تاشون آیدیشون یه چیه، و دیسکورد و اینا این زیر هست بچه‌ها. دیسکورد همه بچه‌ها 1000 و خورده نفر هستیم و هر روز ایونت ها و خیلی اتفاقات والی رخ میده. دیگه واقعا وراجی نمی کنم، بریم توی ویدیو، پس سابسکرایب کنید. همونجوری که دیدید هتل رو تا اینجا رفتیم و زمانی که من الان اینا رو کامل تکمیل کنم و برسیم به دیزاین داخلش، میریم توی اون کارپنتری و اون آیتم‌های جدیدی که ببینیم چیان رو بگیریم. آیتم‌های تزئینیه که مخصوص مثل این آیتم‌هایی که اینجا دارید میبینید دیگه، مثلا این اینجا، این اصلا یه چیزای عجیب و غریبیه، یعنی فراتر از اینم هست بچه. حالا میریم میبینیم، من زیاد وراجی نمی‌کنم، فقط بعد بریم ببینیم همینو بس. بعد اینجا رو بذار تکمیل کنم، بعدش میریم سراغش. بریم یکم شیشه بکشیم و شیشه ها رو بذاریم اینجا. منظورم بود چرا اینجوری فکر میکنید واقعا، چرا درباره من اینجوری فکر میکنید؟ یکم شیشه ها رو بذاریم اینجا تا آماده بشه و بعدش من اینو تکمیل کنم. الانم میرم چوب بیارم که دیزاین داخلیشو یه بخشیشو برم. چه شود این پارت، چه شود، قراره آیتم تزئینی بیارم، چه شود. در ضمن کنار این داستان خواستم یه چیزی رو بهتون بگم که ما روی استریم کلن، چرا من همین میگم استریم، عادت کردم بچه، روی استریم کلن همینجوری کار میکردیم و اینا، مینیونمون از 10 تا شد 11 تا و یه دونه از اینا شد که میخوام لول آخرش کنم و داره همینجوری میره بالا و بعدش دیگه میشیم، حالا میریم سراغ 12 و مینیون های دیگه. مغازمم که دیگه دیدید یه بخشی بهش اضافه شده به نام اسکینا، چون دیدم اینا رو هم بچه‌ها خرید می‌خرن، دوست دارن و فروختیم. اینجا هم شده ماجیکال واتر باکت و کلاً آب نامحدود و لاوا نامحدود و اینا. اینجا هم فارمر بوتسی که ساختم که الان دیگه نداشتم و گذاشتمش اینجا و 300 که الان روی آیتم فریم بچه‌ها. شیشه ها رو کامل کشیدم و الان یه اتاق ریزم ساختم اینجا، فقط میمونه تکمیل این ور شیشه ها، بعدش دیگه کلاً تمومه. دارم اینجا رو با آیتم های اینجوری خوشگل میکنم برای نوری که حالا تو هتل باشه و کلن خوب باشه. یکی اینجا شاید بذارم، یکی اینجا، کلن یه فضا اینجوری بعد اوکی کنم، خیلی خوب میشه. اینجا برای ورودی عالی میشه. امیر انری هم رسید. الان دیگه با امیر بقیه اون داستان کاسمتیکی که تعریف کردم و میریم.
چقدر دیزاین اینجا عالی شد. فقط میمونه این شیشه‌ای که ببینم چند تاشون آماده شده. بعد مدتی طولانی 22 تا اینور اینورم یکی 22 تا خوبه، فکر کنم اینورش رو بتونم برم. اینجا هم اومدم یه سری نورا رو گذاشتم، دیگه واقعا عالی شد. فقط باید همینجوری بریم دیگه، شیشه‌ها رو هم دارم یکی یکی میرم و فقط الان اینجا میمونه. این طبقه رو که رفتم و خوشگلش کردم، یکم ایده برای اینجا میخوام. اینجا رو که تکمیل کردم میریم سراغ اون آیتم های تزئینی توی لابی که یک سری کارهای کرافت و اینا رو بعد انجام بدیم، ببینیم چی میشه. میتونم برای مشخص کردن پله از کارپت قرمز استفاده کنم. نه پشم زیادی هم دارم، پشم منظورم گوسفند زیاد دارم. بعد الان میریم اونجا اوکیش میکنم. چرا در بسته نمیشه؟ باز شوام. اوکی بریم سراغش. اینجا فکر کنم چند تا قرمز داشته باشم، یعنی خیلی زیاد، نه چند تا. آره سه استک دارم، پس بریم بسازیم. حالا از اینجا استفاده میکنم برای این فنسایی که اینجا میذارم. جالب اینه هر کس میاد طرفم فردی به نام ایتاچی میگه که نه جلوش اعصاب نداره، من میخوام چیکار کنم؟ نمیدونم. بذار اینم همینجوری برم اینجا. اینجا خوب شد؟ نمیدونم، بد نیست. حالا بریم ببینیم چی میشه. اینجاها رو کامل با فرش قرمز پر کردم که کسی که میاد حس خوبی بهش دست بده. فقط یکم پله اینجا دردسره که الان شاید حالا یه پله همینجوری بسازم که پله پله بره بالا تا طبقات آخر. فقط باید یکم دیزاینش بهتر بشه که الان تا الان خوبه. فقط به نظرم میکس این دارک و این مشکی قشنگ نیست. باید همش یا دارک باشه یا مشکی، که احتمالاً دارکش میکنم همشو. اینجا رو میام فنسا رو میذارم که قشنگ ورودی استخر باشه، بعد برن داخل مثلا حالا دیس خودشونو بگیرن و دقیقاً همین جوری که این کچل داره میره. اینم فنس ورودیش که دیگه فقط در باز میشه و میرن توی استخر و اینورم که امامزاده و این زیارتگاه و بالاش هم کلن هتل و این داستاناشه. بالاش فقط یکم دیزاین میخواد که یک بخشیشو رفتم بازم، ولی اون دیزاین اصلیشو با همون آیتمایی که گفتم کامل میشه و کلن میکسش یه چیز خوبی در میاد. الان نه، الان باید فقط همون ساختارشو بسازیم تا قشنگ بعد اون اومد دستمون بفهمیم که چی کنیم. حالا دیزاینشو کامل رفتم، اینجاها رو همشو درست کردم. میمونه اتاقاش که قصد ندارم فعلا توی ویدیو این اتاقاشو کامل برم و فقط و فقط خواستم حالا اون ساختارشو بریم که بریم، چون اون کاسمتیکا خیلی کار داره، اون حالا آیتمای خوشگل. و بیشتر همین لابیشو خوشگل میکنیم تا داخلشون. داخلش خیلی کار داره و دوست دارم قشنگ کسی که مثلا میاد یه اتاق کرایه میکنه واقعا ارزش داشته باشه و کیف کنه باهاش یه جورایی. خب همین الان سرور ریستارت شد و چه بهتر که ریستارت شد اصلا. میریم سراغ، من خودم خیلی از هتل رفتم تقریبا تکمیله، میریم سراغ اونجایی که قرار بود اون آیتمای دکوری برای خودمون بگیریم. تا جایی که یادمه پیش تیلور سویفت بود، نه بعد این ورا باشه، همین اطراف فکر کنم. بعد اینو مسیر رو مستقیم بریم و اینجا بود. آره کارپنتری، یس کارپنتر اسمش همینه. و این الان کلن آیتمای خوشگل مشکل میده بهمون، اصلا چیزی بهمون نمیده که عادی باشه و یا حتی به دردمون بخوره. The furniture shop is downtown، فکر کنم میگه down there، یعنی پایین اینجا اگه اشتباه نکنم. بریم پایین ببینیم واقعا درسته. برگام چقدر خوشگل. تو furniture shopی؟ خب باشه باشه، چقدر آیتمای خوشگل. یه مشکلی که برام پیش اومد این بود که باید کارپنتری تیبل، یه چیزی یعنی کرافتینگ تیبل، باید کرافت کنم که فکر کنم همینه. و کرافتش رو رفتم توی سایت اسکایبلک دیدم. الان باید بریم وسایلش رو بگیریم که دو تا کرافتینگ تیبل میخواد و چند تا چوب و چند تا استیک و اینجور داستانا، همش رو بریم دیگه بزنیم بر بدن. الان فکر کنم دارم اینجا. آره فول فولم، همینجا سری کرافتش کنیم ببینیم چی میشه. خب این دو تا کرافتینگ تیبلش، استیکش هم داریم، فقط باید اون چینشش رو پیدا کنیم. خب مثل اینکه اینجوریه، اینجا هم دو تا استیک میاد مثلا پایه است، مثلا روم زوم کنی بالاش هم از اینا درست شد. خدا وکیلی مردونه درست شد. وای فکر کنم رسیپی چیزی میخواد. آره آه نه دو تا از اینا میخواد. یس درست شد. ایول این کارپنتری تیبل باعث میشه که بتونیم آیتم‌های خوشگل بسازیم. بریم حالا توی آیلند خودمون استفادهش کنیم چه جوریه. برای من کارپنتری نوشته، بذار اینجا بذارمش ببینم. خب اینجا you don't have a record item. اینجا میتونم چیزای مختلف بسازم، کافه تیبل و مینیون چی رو چه میدونم اسکر رو و این داستانا. ایول
پس بریم بیاریم ببینیم چی میخواد. بذار کافه تیبل بسازم اول ببینم چجوری. استیک میخواد، دارک اوک و وایت وول، سه تاشو دارم، فقط وایت وول نیاز داریم که بریم بیاریم. این کارپنتریمون فقط یکم جاش بده، بذار بذارمش اینجا، جای بهتریه. حالا میتونم کافه تیبل رو بسازم اگه اشتباه نکنم. وسایلشو گرفتم. آره 1 2 3 پشمام. حالا میخواد چه شکلی بشه؟ امیدوارم هد نباشه. نفساتون رو توی سینه حبس کنید. 1 2 از این حرکت خیلی خوشم میاد. 3 همین یعنی دوست دارم همین کافه تیبلو بخونم تو سابسکرایب اونایی که سابسکرایب نکردن هنوز. این چی بود دیگه؟ من مشتی خب انگار میز چینیه. خوبه البته بذار همشون رو بسازیم، اونایی که نیازمون میشه رو بسازیم ببینیم چه جوریه. اینو مثلا میذاریمش اینجا، حالا مثلا همینجوری باشه و خفنه خیلی. یه چیزی که به دردمون بخوره، مثلا داینینگ تیبل به دردمون قطعا نمیخوره. فلاور پوت چرا؟ مثلا معلومه گل داخلشه، بریم بیاریمش. فلاور پوت یکم چیز میز میخواد، بذارش اسمال شلوز میسازم. فکر کنم شلوزه، میچسبه به دیوار اونجوری مدلش. کجا رفت؟ آها اینم حالت اینجوری داستانش. کو چقدر خفنه. ایوه حقیقتش رو بخوای هنوز اون آیتمی که مد نظرم بود و پیدا نکردم. شاید به خاطر اینه که اینا هنوز تکمیل نشد و دو صفحه است و من هنوز یه بخشیشو دارم. فقط نمیم چجور باید بازش کنم بقیهش. مثلا تیبل خوبه برای اینور. کافه تیبلو که ساختیم، استول بزنیم چجوریه. استول لغت انگلیسیش چی میشه؟ من انگلیسی کلیکلی بلد. بذارمش اینجا. همین میشینه ولی وای فکر نمیکردم بشینه. یه لحظه همینجوری الکی کلیک کردم، در صورتی که روی استر نمیشینه، درسته؟ آره روی استر نمیشینه دیگه قاعدتا. ایول عالی شد. رو اینا میشینه؟ اینا دیگه آیتم میتونه بذاره؟ نه بازم همین نمایشیه. خوبه اینو میذارم اینجا برای مثلا کسی که مثلا میاد یه هتل رزرو کنه میشینه اینجا. خب هتل فلان و این داستانا خیلی خوب میشه، این برای همینجا عالیه. ببینیم دیگه چه آیتمایی داره برای هتلمون به درد میخوره. دسک مشخصه، میزه. این فلاور پوت بدجور رفته رو مخم. بذار برم وسایلشو بیارم. همین الان آیرون اینگات و هاردند کلی روز باش بریم پیداش کنم ببینم کجاست. الان امیر میخواد چند تا آیتم تزیینی بهم بده، نمیدونم چی میخواد بده، ببینیم چی میخواد برامون اوکی کنه. اینا رو که دیدم این جدیده، ببینیم این دوتا جدیدن، بگیریمشون ببینیم چه جوری ان داستانشون. اینونتوری من فول شد، بذار آیتمام بذارم داخل اینونتوریم. خب اول از همه این آیتمو تستش میکنیم ببینیم چه جوریه. وای این خیلی خوشگله، این عالیه واقعا. اینو میذارم برای کجا بذارمش که خوشگل باشه؟ این گوشه فکر کنم جای مناسبی باشه. آره خیلی خوب شد. یه چیز دیگه هم بهم داد، بعد توی استوریج هم گذاشته باشمش اینجا اگه اشتباه نکنم. اینو بهم داد، نه چیزی نداده. اوه یکی دیگه از این ورژن کوچیکترش هم هست، اینم میتونیم بذاریم. بذارمش کجا مثلا؟ بذارمش جفت همین میشه. آره ولی یکم تو هم میشه. همین دوتا آیتم فکر کنم جدید باشن. البته اینجا خیلی آیتم هست که زیاد کم هم نیست خدایی، ولی خب خیلی هاشون برامون باز نشده. اگه باز شد استفاده میکنم برای ساخت کلن هتل و بهتر کردنش. بذارمش کجا بذارم آخه؟ بذارمش مثلا اینجا دم در بهتره، یعنی دم در بده، ما میگیم بهتره. بعد جا اینجا عالی شد. الان یکم بهتره. بالاخره میمونه یه آبشار اینجا که اینم اگه بسازیمش دیگه هتلمون تقریبا تکمیل میشه. فقط اون داخلش میمونه که اگه برسیم اونم انجام میدم و استخر اینجا پنت هاوس و فلان و وای نگم براتون. یه ایده برای این آبشار به ذهنم خورد. این اینجوری میاد و دورش کامل گرفته میشه. این درخت کاجه چیه؟ این بد جای بعد اینجاها آب میاد. الان بهتون میگم دقیقاً چجوری که نور هم میده. خیلی یه دفعه ایده عجیبی به ذهنم خورد، واقعا از خودم بعید بود. گند زدم که. اینم از اینجا نورم که هست، فقط باید این قشنگ متصل بشه بهش، مثلا اینجوری بشه. اینم اینور، نه دیگه اون موقع آب میریزه، اشتباه فکر کردم. همینجا اول دوتا آبو میذاریم ببینیم چه جوری میشه. خوب شد. فقط یکم دیگه دیزاین میخواد که اینجا دورش حالا کارپت میذارم، کارپت سفید احتمالاً که چیز خوبی بشه. و این بغلم یکم بذاریم که مشخص باشه. یه گند زدم، بعدم گند زدم. تمام تلاشمو کردم که این شلفسی که داشتیم و بذارمش قشنگ وسط این و دقیقا جاگذاری شد. مونتا داستانی که پیش میاد اینه که اینو بعد بردارم اینم بهش میاد یا نه. اگه بهش نیومد که بعد بذارمش، مثل این که بهش نمیاد. نه بعد اسلبا رو بذارم تا خوشگل تر بشه کاملا. البته دورش هم
بعد بذارم؟ نه همین خوبه. خب طبقه اول تقریبا تکمیل شد. شاید خیلی ایده داشته باشم که الان تو ذهنم نباشه و بعدن پیاده کنم، ولی تا جایی که میبینم حالا چیز خوبی شد و اوکیه. میمونه استخر اینجا، که این استخر رو باید کامل بریم و سخت‌ترین مرحله‌ای که هست همینه، که حالا با گلوستون و این داستان رو باید بریمش ببینیم چی میشه. دو بلاک از این ور فاصله و دو بلاک از این ور، همین مسیر رو مستقیم میریم تا او مای گاش. میدونستم اینجوری میشه و یکم همین سختش میکنه استخر رو. اینجوری دوتایی فقط فاصله رو بذاریم تا بعدش ببینیم چی میشه. بخشی از اینجا رو رفتم، الان باید برم یکم چوب بیارم که دیگه کامل کفش رو بتونیم درست بریم. آهای ای چوب عاشق، آهای عمر ترپ دورا واقعا کمکم کرد و اینم خیلی کمکم کرد که دیگه هیچی از نمیتونه بدون اجازه بیاد داخل و بره و از این حرکتای جمونبازی. خب کف اینجا هم آماده شد، فقط میمونه گلوستونایی که باید بیاد، که برای اینا حقیقتا نمیدونم باید کجا بذارم، ولی تلاش میکنم که این ورا بذارم که حالت حالا یه نوری بده و یه خوشگلی هم داشته باشه، که با اسلب حالا میام رو اینا رو قشنگ اینجوری میکنم و چیز باحالی میشه، حالت هم پله میشه هم نور مضاعف کافی گوارای فلان. حالت BMW X22 رو گرفت، یه چیز خفنی شد و الان فقط باید آبایی که میخوامو بذارم تا دیگه برای شنا و این داستانا اوکی شده باشه. بذار اینجوری بردارم بذارم یه لایه، بعد بیاد بالاتر حس میکنم، اما خب میترسم که اینجوری بشه. دقیقا بریم درستش کنیم. این حرکت گزینه بهتریه که آب قشنگ از این ور بخروشه درون این ور و یه فضای دراماتیکی رو، البته اینجا بازم باید صاف بشه. بذار یه لایه بیام پایین تر، یکم دیگه باید گلوستون با همون راه بیای. متاسفانه اصلا همینجوری میذاریمش. اه چرا اینا رو گذاشتم؟ اینم وردارم اینجوری، این ورم باید وردارم. عالی شد، فقط اینجا هم باید آبا رو بذارم که دیگه قشنگ میکس بشه با اون ور. به به، شناگر اولم امیر داره یه نگاهی میندازه که آماده بشه که دیگه قشنگ شیرجه رو بزنه داخل. نگاه شیرجه رو زد قشنگ داخل. امیر وایسا دارم میام. 1 2. پس اینجا اوکیه، فقط حالا میمونه دیزاینایی که باید انجام بدیم، که فقط همین حالت حالا خوشگل کردن دور و برش ببینیم چی میکنیم. جالب اینه روی اینا نمیشه نشست، پس همون آیتمایی که گرفتیم میشد روشون نشست، همینا فتن آیتمی که میشه نشست بکنم اینان، پس همینا رو میام کرافت میکنیم برای داخل اونجا. ایده خوبی میشه. فقط بزنیم بنچ، دارک اوک بنچ، اینا به دردمون میخوره. چیر یکم حالا فکر کنم. آهای روی این نوشته، زیرش نوشته سید تو پلیر، یعنی دو تا پلیر میتونه بشینه، اینجا یه نفر میتونه. چی میخواد تا من اینو سری بسازم؟ دارکوک و استون. تمام تمام، بریم بیاریم ببینم چی میشه. قشنگ میذارمش برای استر. کاش حوله هم داشت. آها دیگه حالا این زر زدن زیادی، ولی خب دیگه دوست دارم آقا حوله هم خوشگل میشه. خب استونا رو آوردم، بریم به سراغ درست کردنش و ببینیم چی خواهد شد. امیدوارم که یه چیز خیلی خفنی بشه. دارک اوک بنچ ساختیمش، حالا باید بیایم اینا رو ورداریم بذارمش اینجا. قطعا چیز بزرگیه، ولی اینکه چطوری باشه عالیه، خیلی هم عالیه، قشنگ مال همین کاره. حیف که 15 تا چیز بیشتر نمیتونیم بذاریم از این فرنیچر رو، ولی بازم خوبه، جای شکر داره. یکی دیگه بسازیم، باش خیلی حال کردم خدا وکیلی. یکی دیگه هم ساختم، میذارمش اینو اینجا. درسته؟ نه یه لایه باید بیاد این ورتر. الان خیلی چیز حقی شد، الان یکی این ور یکی این ور. اینجا هم حالا یه حرکت هایی میزنم نور و چه میدونم این کارا، چیز خوبی میشه. یکی اینجا مثلا، یکی هم اینجا. نه یکم زشتش کرد. به نظر من الان فعلا خوبه تا را بیفته و این داستان ها عالیه. بچه ها مرسی که ویدیو رو دیدید، ممنونتونم. سابسکرایب یادتون نره، لایک یادتون نره، کامنت یادتون نره. پارت بعدی دیگه میریم سراغ کارهای بزرگتر. در ضمن بازم میگم چون چنل دیلی آپلوده، بچه ها خیلی میتونیم ویدیوهای مختلفی و باحالی بسازیم که کیف کنیم، پس نظراتتون رو زیر همین ویدیو بگید، تک تک رو میخونم و بهترین ها رو اجرا میکنم برای پارت بعدی، کلن ویدیوی بعدی خودمون. چون دیلی آپلودیم 30 روز ما داریم در ماه ویدیو میذاریم، بعد خیلی ویدیوهای مختلف بهتون بسازیم. سر زیادی نمیزنم، امون پیکیم امون اینجا اسکای بلاک های پیکسله و اینم هتل من. تا پارت بعدی میرمتون، خداحافظ همگی.